و اولین موزیم آثار هنری عرب در شهر نیویورک در 5 طبقه یک عمارت گسترش یافت و آثار 45 تن از هنرمندان معاصر در نمایشگاه‌ها و معرض دید قرار گرفت. کارولین ویر از صدای آمریکا با شرح بیشتر در این مورد. موزیم جدید شامل نمایشگاه‌های آثار نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی و تصاویر ویدیویی از هنرمندان 12 کشور مختلف عربی است. نتلی بل، معاون سرپرست این موزیم، میگوید موضوع نمایشگاه‌ها شرح اشکال و طرق جدید از روش‌های انتقادی در تصویرسازی میباشد. ما دریافتیم که بسیاری از هنرمندان به شدت در مورد این که آیا تصاویرشان میتواند حقیقت را انعکاس دهد یا خیر، آیا تصاویر شفافند و آیا کوشیدن تا در مورد کارهای هنریشان این نظریات را انعکاس دهند به صورت انتقاد آمیز فکر کردند. بخش عمده از کارهای نمایشگاه تاکید بر نمایش غیر مستقیم حوادث میکند. عکس هایی که از حریر سرکیسیان به نمایش گذاشته شده مخلوطی از جاده های خالی شهر و میدان و چهارراه های کشورش سوریه را در جای نشان می دهد که اعدام در انظار عامه صورت گرفته. به نظر می رسد که سؤالی را مطرح می کند که چگونه در این جاها که همچو اتفاقی رخ داده هیچ اثری از آن به جا نمانده است. رکنی هایزی، هنرمند متولد ایران، با استفاده از نقاشی پیکر حیوانات برای فیلم خبری مظاهرات ویدیوهای افسانوی تهیه کرده است. ویدیوهای بشرا خلیلی، هنرمند مراکویی، نشان دهنده جاهایی است که مهاجرین در آن جاها گذر داشتند و سوالاتی را در مورد جنگ، پناهندگی و بیجا شدن مطرح می نماید. در یکی از ویدیوها کامرا برای اعضای وجودی یک گوسفند میچرخد که برای جشن قربانی میشود و با دیدن آن به ذهن بیننده خطور میکند که آیا راوی داستان میخواهد در آن خشونت را نشان دهد که به گونه واقعی آن در آن لحظه ثبت شده و یا اینکه بدون در نظر داشته چیزی بوده و صرف عکس برداری شده است. او با زبان شاعرانه تر در مورد تجربهش حرف میزند و آن تجربهش را در حال فرار از بیروت به دمشق در جریان جنگ داخلی لبنان بازگو میکند که او در آن زمان جوان بود. این همچنان انعکاس است از احساس خانواده ای او که در آن لحظه با دیدن وی و از پیوستن او با ایشان به آنها دست داده است. مجسمه به شکل یک درخت کاغذی توسط حسن شریف، هنرمند از دبی، ساخته شده که در آن از محصولات تولید شده اضافی مثل سیم‌های مسی و کفش‌های پلاستیکی به کار برده شده. کولاندی یو 2087 یک میز مدل و نمونه است که توسط وفا هورانی، متولد هبرون، ساخته شده و دورنمای یک روستای پناهندگان فلسطینی می باشد. در حالی که بسیار واقع گرایانه به نظر می رسد، به عنوان یک نوع از نمونه های ساختمانی خیلی بسیط هم است و آن چیز است که ما نیز علاقمند آنیم، زیرا این یک طریقه از یاددهانی با ماست که هنر یا یک اثر هنری را می توان با مواد بسیار بسیط و ساده هم خلق کرد. برخی از هنرمندان در این نمایشگاه قبلاً در نیویورک آثار خود را به نمایش نگذاشته بودند. بل میگوید بسیاری از آنها نسبت به بازارهای هنری تجارتی بی‌تفاوت بودند و عنوان هنرمند عرب را نسبت به خود رد میکنند. و علاوه میکند که بزرگی این موزیم جدید نشان دهنده نکته دیگر است و آن این که هنر در جهان عرب امروز متنوع بوده و این آثار در برابر کوشش‌ها برای دسته‌بندی آن به کاتگوری‌های مختلف استادگی و مقاومت میکند. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.